هیچ نوع فلزیاب، معدنیاب، رادار زمینی دستی گنجیاب نیست. هیچ نوع یابنده‌ای در دنیا گنجیاب نیست. اصلا این بحث گنجیابی یا دستگاهی که مخصوص خاص گنجیابی یا فقط طلا رو میگیره، فلزای دیگر رو نمیگیره یا فقط گنج رو میگیره، باید کنار گذاشته بشه. چون این واقعیت و پایه فنی، کاری، عملکردی و علمی نداره. و اونا هم که میگن دستگاهمون طلای قدیم میگیره، جدید رو نمیگیره، این دیگه اضافه بر اینه که میگن دستگاه ما گنجیابه. چون باید یک سیستم توانایی داشته باشه فلزات رو تشخیص بده، در دقیقه بتونه همون موقعی که داری تمرین میکنه اپراتور مشخص کنه که این فلزه طلاست، نقره است، نیکل، مس، روی آهن، برنز، برنجه. پس در کار دستگاه تضمینش اینه که بتونه یک فلز رو در صد در عمق بگیره. حالا میخواد آنتنی باشه، کوئلی باشه، راداری باشه، لیزری باشه، پالسی وی ال اف تی آر بی اف یا آی بی باشه. بالاخره باید توان داشته باشه که یک فلزی رو بگیره جدا کنه. تضمین گنجیابی وجود نداره. تضمین کار دستگاه یابنده بودنشه، گرفتن فلزات، تفکیک کردنشه، جدا سازیشه و قدرت زمانی مطرح میشه که بتونه طلا رو در عمق بگیره. حالا هر دستگاهی به نسبت نوع خواص عملکردیش و شناختش و نحوه شناختش نسبت به فلزات مغناطیسیه یا فرکانسیه میتونه فلزات یا طلا رو در عمقای مختلف بگیره. خب وقتی طلا رو در عمق بگیره در 1 متر، 2 متر، 3 متر، 4 متر این تواناییش رو نشون میده. حالا 10 سانت در 10 سانت باشه، 5 سانت در 5 سانت باشه، این میتونه اون توانایی و ویژگیاش رو نشون بده. در گنجیابی، در کار با فلز یا با معدن یا با رادارهای زمینی دستی، هر یابنده‌ای، حتی پالسی وی ال اف تی آر بی اف و آی بی آ که شما میتونید فلزات رو به سادگی در سطح کم یا در عمق کم بگیرید، تضمین عملیاتی وجود نداره. اون اپراتوره که بعد رو دستگاهی که توانایی داره الان فلزات رو بگیره مسلط بشه، توانایی پیدا کنه بتونه اهداف رو، فلزات رو با صداش، با عدد ویدیایش تشخیص بده. خب آنتنیا تمام دنیا و اصولا همه اونایی که میخوان علمی فنی کار کنن آنتن میگیرن دستشون حرکت میکنن. حالا مختصات یابی خاص خودشو داره، ویژگی های خاص خودشو داره و به این صورت میگردن فلزو پیدا میکنن. ببینید اگه بحث تلقین باشه در مورد آنتنی ها، زمانی که یه هدفو پنهان میکنن، شخص نمیدونه جاش کجاست، یا یه طلا رو در صد یا در اون میذارن جاش نمیدونه کجاست، میره اون فلزو میگیره یا اون طلای پنهان شده رو میگیره، دیگه تلقینی در کار نیست. مثل عدد ویدیایی که شما در دستگاه های کالر پرو، گلکسی یا دستگاه های با عملکرد فرکانسی تصویری دارین که عدد ویدیوهای ترشول سطح وجه دارین، دیگه وقتی عدد ویدیو های میده کارش معلومه دیگه. پس در مورد دستگاه آنتنی که وقتی میگن تلقینه، ببینید وقتی یه فلزی پنهان میشه شخص اون رو پیدا میکنه، جاشو که نمیدونه، پس تلقینی در کار نیست. اون آنتن اون عملیات انجام میده و میره اون هدف و جاشو مشخص میکنه. حالا این به توانایی اپراتور هم بستگی داره که چه ویژگی ها رو برای پیدا کردنش پیاده بکنه یا آموزش ببینه یا بلد باشه. خب اگه مغزی که اینقدر توانایی تلقین داره که یه فلز پنهان شده رو که شخص اپراتور نمیتونه جاش کجاست پیدا میکنه، پس هر چیزی رو هر جایی هم پنهان کنن بدون دستگاه آنتنی میتونه پیدا کنه دیگه، چون در مغزش یه تلقینی داره که میتونه اهداف پنهان شده رو پیدا کنه و تشخیص بده. پس این تلقینه یه داستان یا موضوعیه که بعضیا مطرح میکنن و این فقط به خاطر اینه که خودشون امکان داره سیستمای مثل سیستمای پالسی وی ال اف تی آر بی اف ارائه میکنن یا مگنوم تستایون یابا رو ارائه میکنن، میخوان یه چیزی رو بگن که بگن ما بلدی. پس در هر صورت تلقینی در کار نیست وقتی یه فلزو با آنتنی پنهان میکنی سیستم پیدا میکنه، چون شما اون اپراتور، اون فرد، اون خریدار نمیدونه جاش کجاست که. ولی گفتیم اگه مغزش انقدر قویه که میتونه با تلقین آنتن ببره جایی که فلز پنهان شده و جاشو نمیدونه، خود دیگه نیاز به آنتن نداره که همینجوری میتونه به صورت خودکار بگه اون هدف کجاست دیگه، چون توانایی تلقینش بالاست. بعضی هم که میگن باید دستگاه هایی که دارید کار میکنید مثلا این سر راش بذارید اونو بذارید، نه اینا هیچ کدوم نشانه توانایی کار سیستمه نیست. اگه سیستمه بخواد درست کار کنه همین الان باید کار کنه، همین الان باید بگیره. پس تضمین گنجیابی در هیچ فلزی یا معدن یا رادار زمینی دستی نیست و تضمین کار همه دستگاه ها در اینه که الان بتونه تشخیص بده فلزاتو. اون دستگاهی بهترین کیفیتو داره که میتونه در حینی که اپراتور داره کار میکنه، نوع آنتنیش، از نوع پالسی وی ال اف تی آر بی اف اش، از نوع تصویریش، فلزو در سطح و در عمق بگیره. حالا طلا رو در عمق گرفت خیلی بهتره، نشانه کار قویشه. موضوعاتی که مطرح میشه باید با واقعیت بخونه.
گنجیابی در کار نیست، تضمینی هم نیست. اون اپراتور حرفه‌ای که میتونه با یه دستگاه پالسی وی ال اف تی آر بی اف او کار کنه، اون کسی که میتونه با آنتنی کار کنه، اون کسی که میتونه با شاغولی کار کنه، اگر که فلزه رو بتونه تشخیص بده، سیستمش بگیره، پیدا بکنه، حالا پنهان باشه، آشکار باشه، هر کی هر چی میخواد بگه، اون دیگه معلومه اون دستگاه کار میکنه. فلزه پنهان شده هم که دستگاه آنتنی پیدا میکنه، اون شخص دیگه مشخص دستگاه کار میکنه دیگه. حالا عملیات در صحنه اصلی کار دیگه به اون توانایی، اون نحوه کار و اون نحوهی داره که اپراتور در حین کار و عملیات یاد گرفته و در صحنه اصلی اونو پیاده میکنه.